داری. فردوسی پیش کرده موبدان زرتشتی است. دستمایش فراورده موبدان زرتشتی است. شادان برزی پیر دانشور آزاد سر به روان همه آن زرتشتیانی که جان داده بود جان باختن و ایران را نگهداری کردن و برای ایرانیان دست مایه پدید آوردن، درود میگم فرهبرانشون رو میستایم. افسوس افسوس و صد افسوس که آنچه که آن آموزگاران راستین پیرو به اشروز تشت سفید مان فراهم آوردن و به دست دقیقی که جان بر سر راه پدید آوردن شاهنامه گذارد، به دست یکی بنده برکشته شد و سپس فردوسی افسوس و صد افسوس که هیچ کدام، من سربازم، من مردی گستاخ ایرانی هستم، سخن را پرده نمیتوانم بپوشم، هیچ کدام از ما به سخنان هیچ کدام از آن موبدان زرتشتی و از آن میان فردوسی و شاهنامه گوش نکردیم، نمی کنیم. اگر گوش کرده بودیم امروز این درخش بی کشور نبود، امروز اون درخش کویانی ناشناخته نبیماد. درست میگم یا نه؟ به ساسانیان زار و گریان شدم، به ایرانیان نیز بریان شدم. فردوسی ستاینده فر ایران است، بهش گوش نکردیم، نمی کنیم. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. همین روزگار دلگداز امروزی همین است که به سخن فردوسی، به سخن شاهنامه گوش نکردیم. هیچ مردمی گرفتارتر از این مردمی که به نام ایرانی است و دارای این همه دستمایه میهن پرستی و میهنداری است در روی زمین نیست. که ایران چو باقی است خرم بهار، امروز نه، چه گفته همیشه گل کامکار، پر از نرگس و نار و سیب بهی، چو پالیز گردد ز مردم تهی، سپرغم یک یک زبون برکنن همه شاخه، نار بهی بشکنن سپاه و سلی هست دیوار او، به پرچین بر نیزه ها خار او، نگر تا تو دیوار را نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، که از آن پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کیناختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، و اندیشه بدمنه در میان، چو سالی چنین بر تو بر بگذرد، خردمند خواند تو را بی خرد. امروز پس از چهار دهه سیاه و ننگین بر کشور فردوسی، کسانی که آن سرزمین را به این روز افکندن و همچنان به بد افکندن و سیاه روزی افکندن اون کشور کار دارن، خردمند خواند تو را بی خرد. سخن فردوسی را گوش کردیم؟ نه، گوش نکردیم. برای همین این روز کار رو بریم. رها کردی آن پهلوی کیش را، نکردی نگاهی پس و پیش را. کیش اهریمنی گرفتن همینه کشور رو به این روز میندازه. کیش اهریمنی گرفتن همینه که آتش به کشور بزنی. آب نداره، آینده نداره، گذشتش تابناک، آیندهش درخشان نیست، تاریکه. چنین دارم از موبد پاکیاد، چو ایران نباشد تن من مباد. گوش کردیم اینا را؟ به جایی که موبده رو کشتیم، به جاش اهریمنان و آموزگاران زشتندیش و بدندیش و تیرگر و سیاهکار آوردیم، اونا رو گوش کردیم، همچنان نگه می‌داریم تا سرزمین من به بدبختی بیفته، تا آدمی مانند من این رخت رو بپوشه، در بیگانگی
جان بستر وزیر گل بیگانگان بره به گفته فردوسی به شهرهای بدرود بیدرود فرو بره، ننگ بر مردمی که شهنامه داشته باشند، افسری چون فردوسی داشته باشند، افسرانی که صدای خروش جنگ افسرهاشون از شاهنامه شنیده میشه گوش نکنه. منو نمیدونم دیگه، نیاز نیست که منو ببخشید، من گستاخ همچون سربازم، من دردمندم برای این که هم دوره ها و هم کیشان و ارتشداران منو دست بستید، آتش زدید و کشتید. شاهنشاه من، شاهنشاه دلخون، شاهنشاه خسرو و افرویش که شما خسرو پرویز بهش میدید، یعنی شاهنشاه شکست خورده، اما خسرو افرویش شکست خورده نیست، یعنی شاهنشاهی که پیروزه. این دادخواست اوه در برابر دادگاه، اندرز اوست، میگه ارتش را نکشید، ارتش را نابود نکنید، سپرغم یکی یک لبون برکنن. مردم ایران را سپرغم مینامه. میدونی سپرغم کیه؟ سپرغم همینی که به تازی ریحان بهش میگن. دو رنگ داره، یکی سرخه شاه سپرغم، یکی دیگه سبزه. سپرغم مردم ایران را میگه زیک به یک بون برکنن، همه شاخه نار و بهی بشکنن، سپاه و سلیح هست دیوارو. یا تو میاد ارتشداران ارتشانشایی رو هم دوراهای منو دست بستید، کشتید، آتش زدید؟ یادتون میاد؟ گوش نکردید به پیام اون. خواست من به نام یک افسر ارتش شاهنشاهی که ارتش نابود کردید، درفشش رو بی میهن کردید. شاید این باشه که اگه گوش شنوایی هست، دست کم پس از 40 سال گوش کنید. اون سرزمین روان نیست که به این روزگار باشه، اون سرزمین روان نیست که آینده تلخ و دردناک داشته باشه. این فردوسی که شما میشناسید، این پیش کرده موبدان گرامی بهدین، ستاینده فر ایران هست، فر نیکی میشه، همه نیکی های ایران رو ستایش میکنه. کوینیوم خوارنو فر شاهنشاهی، ایبیانم خوارنو فر ایران زمین، هر دو رو ستایش میکنه. برای همین است که جا نداره، برای همین است که تا هنگام برخواستن شاهنشاه رضا شاه بزرگ که از نخستین کسانی است که باید نخستین کسی باشه، نخستین پادشاهی باشه که از فردوسی بزرگداشت میکنه و برای او آرامگاهی در خور او میسازه. خب از این هم که یاد میکنه. ببینید در گفتید که من، خب من اردبیلی هستم دیگه، من در شهر اردبیل زاده شدم. این همشهریای من به یک زبانی گفتگو میکردن که برای من شگفت بود. این زبان رو بهش میگن ترک. در شاهنامه فردا بیشتر اینو گفتگو میکنم تا امروز که ما میکنم که هم خسته باشیم، هم انگام گذشته است. در شاهنامه این نام را میشنن، همین نامیست که من که خرد بودم در اردبیل میشنیدم که همشهریای من خودشون رو به اون نام مینامیدن، یعنی ترک مینامیدن و به اون زبانم گفتگو میکردن. شاید بگید که خب همشهریای شما نمیدونم بچه بودن یا دبستان نرفته بودن یا نمیدونم، اینجوری نیست. ارتش بود فریدون جم، یک بار ازش پرسیدم که تیمسار شما خودتان را کجایی میدانید؟ گفت که ما ترک. گفتم تیمسار من گمان داشتم که ارتشداران ارتش شاهنشاهی برابر آیین کشور شاهنشاهی ایران نمیتوانن بیگانه باشد، میبایستی ایرانی باشد. من گفت که حالا دیگه من 90 سالمه، تو اومدی به من میگی که من چی کارم، من کیم؟ گفتم که سرکار من که نمیگم شما چی هستید، خودتان گفتید، گفتید شما ترکید، شما در کوچه ارباب جمشید روان شاد و شادمان باشه، در اونجا زاده شدی، پدرت محمود جم نخست وزیر کشور شاهنشاهی ایران، وزیر شیر شاهنشاهی ایران رضا شاه بزرگه. آیا این شاهنشاه یه ترک رو می آورد نخست وزیر خودش میکرد و شما را از فرانسه از دانشگاه پواتیه یا سنسیر برمیداشت میآورد که به پایگاه بزرگ ارتشداری برسید؟ این چه سخنیه؟
این لغزش بزرگ است. در شاهنامه این نام اومده، پی در پی اومده. اما برای اینکه کوتاه بکنم بگم که شما هیچگاه نمیشنوید که نام این مردمی که به نام ترک است کشورشون کجاست. هیچگاه نمیشنوید، در شاهنامه نمیبینید که این مردمی که با این نام نامیده میشن کشور داشته باشن. نبود خواسته یزدان که ترکان چین به ویرانی آرند ایران زمین. با ترکان چین اینجا گفت، پس چین کشورشون بوده. هیچ کجا کشور ازشون نیست. ببینید فردا میگم، گفتگو میکنم. از چین، از مرز چین، از مرز چین تا سیسیل، سیسیل ما باستانشناسی ایرانی داریم. باستانشناسی ایرانی کجا؟ مغولستان، در ارخون، ارگنخون، ما باستانشناسی ایرانی داریم. تا یاکوت که بالاترین بخش از سیبری است که خب یه گونه ای از ترکان اونجا میشینن، و تا سیسیل گفتم ما باستانشناسی ایرانی داریم. همه این پهنه، همه این پهنه، شما هم گفتید پهنه فرمان روایی گردان و دلیران شاهنامه است. همونهایی که ما بهشون گوش نمی کنیم، همونهایی که بهشون پشت کردیم. به خودم بگم بیخرد من، بیخردانه بهشون پشت کردیم. این پهنه، پهنه زندگی کسانی است به نام مردم ایران. اونگاه مردم ایران تیره های گوناگون دارن، یک تیره نیستن. به ویژه تیره ایرانی در اون هنگام تیره جنگی است. یکی از این تیره های جنگی کسروی تبریزی میگه، میگه اشکانیان دولت جنگی برنشاندن. یکی از اینا همین اشکانیان هستن که یک دولت جنگی برنهادن. سرخور گرگانی، تنها اشکانیان یا پهلویان نیستن که دولت جنگی برنهادن، همه فرمانداران و فرمانروایان کشور شاهنشاه ایران دارای دولت جنگی بودن، اگر نه نمی پاییدن. هم با جنگشون جان ستاندن، هم جان فشاندن که ایران مانده است. این کسانی که به نام ترک ازشون شاهنامه نام میبره که کشورم ندارن، کشورشون ایرانه و ایرانی هستن. یه تیره بسیار بسیار بزرگ هست که از چین تا سیسیل همه گذشته، شاید تا سده شیشم هفتم، بیشتر تا سده شیشم هفتم فرمانروای این بخش از جهان این تیره ایرانی است به نام سکه شاهین. این شاهین یک مرد سکه است و در سمنان زاده شده. زبان سمنان زبان سکه سری است، سکه سری. چون ما آلوده ننگ دشمن شدیم، باور اهریمنانی که به ما کیش و تباهی اهریمنی را یاد دادن این است که سگ جانوریست تباه. برای این است که با آلوده شدن به ننگ اهریمنان بیابانی نام سکسر را کردیم سنگ سر. نه سنگ سر نیست، سکسر هست و سپه بود رستم سگزی که شما سپاسگزار و نمیدونم دلداده او همچون فردوسی هستی. یک افسری سگزی و از یک افسری سکسر نسکی بوده است به نام سکی سران، یعنی سران سپاه سکه، همون اهریمنانی که کشور من نابود کردن، کشور من بیدرفش کردن، اون نسل به دست اونا باید نابود شده باشه. تیره بزرگ ایرانی که از اشکامش تیره های گوناگون اروپایی، فرزندان تخم اروپ در اروپا پدید آمدن، این تیره تیره سک هست. سون به زبان ایران میشه فرزند. در اردبیل، من که اردبیلی هستم، به بچه ما میگیم سون. کسی که مادری که زنی که فرزند نداشته باشه میگیم سونسوس، یعنی بچه نداره. سون واژه ایرانی است.
در اروپا هم هست. ما با اروپایی یک زبان داریم. ابراهامسون، گوستافسون، ادیسون میشه فرزند اینها. این تیره یک تیره سکه است. یک تیره ای رو کسانی رو شما میشناسید که باز من میگم دولت جنگی دارن. هخامنشیان. سرکار کمالاتی. هخا برگردانه واژه سکاست. چون سه در زبان شناسی ه میشه. سکا همون هخا هست. هخامنش یعنی منش سگ. منش دوست. سگ در چم دوست است. من مسلمان را کار ندارم که سگ را اهریمن میدانه. فرزند ایران زمین ای مزدا پادفره کسی که به سگ باردار خوراک ندهد چیست؟ در نسک گرامی اوستا بخشی به نام ویدبداد هست. آیین پادی بر دیوان سگ سناه. چندین گونه سگ داریم اونجا و سپاس بزرگ بر اونها هست، برای اینکه اگر خاندان ایرانی را سگ‌ها نگهداری نمی‌کردند، ورک‌ها یا گرک‌ها اونها را نابود می‌کردند. منش سگ منش خوشی است، منش خوبی است و ما خود را سگ‌بند، سپاسر، سگ‌سر و سخامنش یا سخامنش یا هخامنش می‌دانیم. این تیره کوتاه بگم خستتون میکنم گمان کنم نه گمان که نه درست است کوتاه کنم که این ترکایی که ازشون نام میبریم اینا بچه های همین تیره سکه هستن. سرکار بهدین انوشروانی کرمانی انگورتوره شما به چی میگید؟ انگورتوره انگوری میگید که بیرون رویده باشه، نه در گلشن، نه در باغ. توره میشه کسی که یک جانشین نیست. هر چی کسی که یک جانشین نباشه توره است. اگه کرمانشاهی هست اینجا توریدن در زبان کردی که یکی از شاههای پهلوی است یا فرزند پهلوی است، توریدن در چم رمیدن هست. هر که توریه بخشش خوریه، هر کس که تورید رمید بخش او را میخورد. این ترک فردا بیشتر گفتگو میکنم در این زمینه، مردم بیگانه نیست، ایرانیه. برای اینکه باز کوتاه‌تر بکنم چهره منو نگاه کنی. آره شنیدم که به من میگن مغول، اما من مغول نیستم. نگاه کنی چهره من چهره کافکازی، چهره انوشروانی، دکتر انوشروانی گرامی ارتخشهر که استرابو در شهر ایشان بوده. 2000 سال پیش استرابو در کرمانیا بوده. میگه زبانی که در کرمانیا گفتگو میشه همون زبانی است که در اتروپاتن، یعنی همین آتروپاتکان امروزی که اردویل یکی از شهرهاست که من در اونجا داد شده، یه زبانشان یکیست. آنچه در اونجا خوردم نوشیدم همان است که در اتروپاتنیه بوده است. این چهره انوشروانی چون زنجیره نژادیش و فرهنگیش و کیشیش و آینیش با گذشتش نبریده شده، نمونه بزرگی است برای من سرباز که بگویم اون چهره آریان داره، چهره کافکازی داره. از دیدگاه نژادشناسی این مرد و همه ما چهره کافکازی و چهره آریان داریم. چهره منم همینه، مرد نمکی زنجانی و کمالاتی سناتور، چهرهش همینه. میگه من همین چهره ایرانیه. من اردبیلی و همشهری اردبیلی من ترک ایرانیه. ترک بیگانه نیست، ایرانیه. زنده باد ایران. قرار بود در مورد آخر شاهنامه صحبت کنیم و اگر بپذیریم که شاهنامه سه آخر داره، بخش اساطیری، بخش حماسی و بخش تاریخی، من قرارم بر این بود که در مورد این سه پایان شاهنامه در اینجا سخن بگم، ولی این کارو نخواهم کرد. اشاره خیلی کوتاهی به نخستین پایان شاهنامه و اشاره کوتاه‌تری به آخر خود شاهنامه در بخش تاریخی خواهم کرد و در مورد بخش حماسی سخنی نخواهم گفت، برای اینکه خیلی وقت به درازا کشید. اولین پایان شاهنامه پایان بخش اساطیری شاهنامه است و داستان جمشید. جمشید که در اساطیر ایران برپادارنده پردیس یا بهشت هست، برپادارنده نوروز هست، خط و رشتن و بافتن و ساختن رو با آدمیان میآموزه و با حکومت جمشید فرهنگ زندگی سراسر جهان رو در بر میگیره و آرامش و آزادی و شادی در میرسه.
بانگ برمی‌داره، هنر در جهان از من آمد پدید. و بعد در جای دیگری میگوید جهان را به خوبی من آراستم. و باز اندکی دیرتر میگوید بزرگی و دیهیم و شاوی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. و سرانجام مرگ رو در هم میشکنه و بانگ برمیداره که جز از من که برداشت مرگ از کسی. و باز اندکی دیرتر میگوید که و اکنون باید که مرا خوان باید جهان آفرین، و من یعنی انسان به جز خیشتن را ندانم خدا. خب فرجام چنین سخنی که بارها در تاریخ ما از زبان بسیارانی تکرار شده است بسیار روشن است. به قول شاهنامه سواران ایران همه کینه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. به شاوی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. شگفتا جمشید رو وانهادند و شاه اژدهافش رو که خوراک اژدهای شانه‌هایش مغز جوانان است از دشت نیزه وران یا سرزمین تازیان به ایران می آورند و تاج بر سرش می گذارند. که اژدهافش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. فقط ایر فرانس نبود، اگر نه اتمن با ایر فرانس. و چی شد؟ فردوسی میگوید نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز. همه تون با این تصویرها بسیار بسیار آشنایی. نگاه کنید که جمشید را می کشند و می روند دشت تازیان رهبری می آورند که ندانست جز کجی آموختن، به جز کشتن و غارت و سوختن. این هنگامه اول است. و اما هنگامه یا ماجرای آخر شاهنامه، گفتم که از میانش خواهم گذشت. میدونم که بسیار خسته شد، 3 ساعت اینجا نشستم. من خودم که کمر دردم دارم دیگه واقعا کلافه شده بودم با وجود سخنان بسیار شیرینی که بزرگان میگفتن. درد است و سن است و 1000 ماجرای دیگه. برای کوتاه خواهم گفت. هنگامه سوم عجیب است. هنگامه اول یا اولین داستان شاهنامه با آخرین روایت شاهنامه یک پیوندی داره. یعنی یک ضحاک تازی در اونجا میاد و در آخرین داستان شاهنامه هم دوباره یک ماجرا به گونه دیگری در بخش تاریخیش تکرار میشه. هنگامه سوم از تازش تازیان به ایران میآغازد. نشان فردوسی تصویر میکنه که وقتی آمدن به ایران، تازیان به ایران تاختند، ایران چگونه شد. مقایسه کنید با تصویر اولی که ضحاک آمده. میگوید نشان شب تیره آمد پدید، رگ روشنایی بخواهد برید. تبه گردد این رنجهای دراز، شود ناسزا شاه گردن فراز. بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیبا نهند از بر سر کلاه. به جای تاج عمامه میذارن سرشون. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. به گیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شود پر جفا. همه گنجها زیر دامن نهند، بگیرند و پوشش به دشمن دهند. حتما اگه سوریه بود اون زمان میدونم به سوریه. 1000 سال پیش نیست، دقیقاً 37 سال پیش است. و فردوسی میگوید چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و
نه رامش، نه کوشش، نه کام، همه چاره و تنبل و ساز دام. زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آورند پیش. بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار بد آراسته. در برابر چنین یورشی اژدهای خیانت و ترس نفیر میزنند. پس خیانتکاران در برابر تازیان کمر به مرگ یزدگرد میبندند و در آن آسیاب خیانت و مرگ، آن آسیاب تاریخ، آن آسیابان سنگدل یکی دشنه زد بر تهیگاه شاه. رها شد به زخمندر از شاه آه. گشادند و کفایت نکردند، شاه رو اول پشتنش و بعد گشادند بند قبای بنفش، همان افسر و طوق و زرین کفش. فکنده تن شاه ایران به خاک، پر از خون و پهلو به شمشیر چاک. و چه می شود؟ نتیجه این ستیز به کجا می کشد؟ تازیان بر ایران می تازند و منبر جای تخت را می گیرد و روزگار بوبکر و عمر فرا می رسد و تسمه از گرده مردمان می کشند و نفرین و نفرت، دشنام و دشمنی از خاک بر می خیزد و بر کاخ می نشیند. و این آخرین بیت شاهنامه است: چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. و شاهنامه شاهان روزگار سرفرازی ایرانیان با این بیت تلخ به آخر میرسد: کنون زین سپس دور عمر بود، چو دین آورد تخت منبر بود. با افراشتن درفش داد کیانی بر ستم و بیداد ضحاک تازی، نخستین داستان شاهنامه می آغازد و با پاره پاره شدن پرچم ایران به شمشیر تازیان آخرین داستان به سرانجام شوم و تلخ خیش می رسد. اما خون هزار سهراب و تهمینه همچنان در رگهای ما می دود. شاهنامه این کتاب داد و دانایی چونان رودی در تاریخ این سرزمین جاری است. بسی رنج بردم در این سال 30، سخن زنده کردم بدین پارسی. و با پیامی از سلطان کلمه سعدی به تمام جهان، در اشارتی به آفریدگار سخن حضرت فردوسی، سخنم را به پایان میبرم. این که در شاهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان قوم که از بسی خلق است دنیا یادگاری.